درود بر شما من سام ایران شهر هستم امروز اول خرداد ماه و دوم از ماه می هست و شما شنونده و بیننده یکی از پادکست های کوتاه من هستید بسیار متشکریم که با لایک های خودتون ما رو همراهی میکنید خب من میرم سر اصل مطلب در این برنامه میخوام به یک موضوعی بپردازم که الان تبدیل شده به آخرین بهانه رژیم برای بقا و چیه اون یک سرود مزهک و مسخره ای که تقریبا روزه هست و به عنوان سلام فرمانده ساختن با پول ملت و با این سرود همایش های سیاسی و تروریستی برگزار می کنند و از پول مردم خرج و مخارج درست میکنن در حالی که یارانه تمام مواد غذایی رو قطع کردن و فقط و فقط این مسخره بازی ها باقی مونده براشون که بتونن یک مقبولیت و مشروعیت یک روزه در بین نیروهای خودشون ایجاد بکنن مردم که دیگه اینا رو شناختن اما من اینجا به شما نشون میدم که این آقای فرمانده بدون شک یکی از کودنترین و احمقترین رهبران سیاسی در تمام دنیاست و این رو من نه از نگاه سیاسی خودمون بلکه از منطق و سرمایه گذاری خود علی خامنه ثابت خواهم کرد ببینید این آقای فرمانده اینا علی خامنه ای سال هاست داره روی یک تئوری کار میکنه به نام نگاه به شرق من قبلا بارها یادآوری کردم که این رژیم اصولا رژیم بی چیز هست یعنی هیچ تولیدی نداره از خودش هیچ چیز نداره و فقط مصرف کننده هست تمام اقتصادی هم که مصرف کردن اقتصاد پهلوی بوده تا به امروز هیچ تولیدی نداره بنابراین برای اینکه بتونه بقا داشته باشه و برای اینکه زنده بمونه نیاز داره آویزان این و اون بشه از غرب به شرق از شرق به غرب اینطوری از سالها پیش اومده روی تئوری کار کرده به نام نگاه به شرق 25 مهر ماه 97 اسلامی تاکید رهبری بر نگاه به شرق و پرهیز از نگاه به غرب خود یک از های رژیمی رو گزارش داده رهبری انقلاب در دیدار با جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی با تاکید بر ضرورت ارتباط علمی با کشورهایی که در مسیر رشد جهشی قرار دارند گفتند این گونه کشورها عمدتا در آسیا هستند بنابراین باید نگاهمان به شرق باشد نه به غرب ضمن اینکه نگاه به غرب و اروپا جز معطل ماندن منت کشیدن و کوچک شدن فایده ندارد که این حرف اصولا کلا محمل و دروغ است اگر کشورهایی که در مسیر رشد قرار دارند در شرقن چرا بچه های شما دارن میرن اروپا و آمریکا و کانادا و استرالیا چرا نمیرن چین و روسیا و بلاروس و مثلا ویتنام و این کشورهای شرقی زندگی بکنن چرا اینا نمیرن اونجا مهاجرت بکنن چرا میرن بس بچه های شما سکسی تو تگزاس زندگی میکنن یا کالیفرنیا زندگی میکنن در این سخنان کلی دروغ و مهمل دیگه هم گفته که حالا الان زمان پرداختن به این نیست اما اگر فکر میکنید که این زمان طولانیه برمیگردیم به ششم مرداد 1400 یعنی کمتر از یک سال پیش علی خامنهای در آخرین دیدار با دولت حسن روحانی از اعتماد به غرب انتقاد کرد سه روز پس از آنکه حسن روحانی رئیس جمهور بار دیگر مجلس و مجمع تشخیص مسلحت را به کارشکنی در مسیر رفع تحریم‌ها متهم کرد علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ششم مرداد در آخرین دیدار با اعضای دولت روحانی گفت هر جایی که کارهایتان را منوط کردید به غرب ناموفق ماندید آقای خامنه ای در این دیدار با تاکید دوباره بر بیاعتمادی به غرب گفت در این دولت معلوم شد که اعتماد به غرب جواب نمیدهد و افسود هر جا که کارها را منوط به غرب و مذاکره با آن و آمریکا کردید ناموفق بودید خب یعنی چی یعنی با اینکه تمام بچه های ما الان تو غرب زندگی میکنن از جمله فک فامیل خود حسن روحانی و خیلی افراد دیگه در نظام بچه هاشون همه آمریکا و اروپا دانشگاه دانشگاهی آمریکا درس میخونن جای مختلف همه جا هستن میگه آقا غرب بده ما باید تمام تخم مرخام رو بذاریم روی سبد شرق بعد میاد چیکار میکنه میاد یک قرارداد سری 25 ساله با چین میبنده که هیچ کس نمیدونه اصلا قرارداد واقعا چیه تنها مواردی از این قرارداد و بخش از این قرارداد در یک سایت خارجی از طرف چین احتمالا درز کرده بود که در اون نشون میده کشور رو به بردگی کامل چین درآورده از معادن و مخازن و بنادر و هر جایی که فکر بکنید اجازه داده چین وارد ایران بشه به جز اون قرار پایگاه های اطلاعاتی نظامی به چین داده بشه در این سند یعنی قبول کرده خامنه که این اتفاقا بیفته اما به جز چین یه سر دیگه شرق کیه ولادیمیر پوتین و روسیه در مورد روسیه چیکار کرده از 50 درصد سهم ایران در دریای کاسپیان به 8 درصد قبل نشین کرده یعنی آب و خاک ایران داده به روسیه به همین سادگی داد رفت آب و خاک ایران رو و ما برای پس گرفتن این واقعا روزگار سیاهی خواهیم داشت بسیار مشکل خواهد بود پس گرفتن این ممکنه شدنی باشه بخشا رو پس بگیریم اما برگشتن به اون 5 درصد خیلی خیلی خیلی, خیلی کار مشکلیه به جز این اومده چیکار کرده معادن و مخازن شمال کشور رو به کلی داده دست روسیه اول پرایس 25 آبان 1400 روسیه بزرگترین سهم از توسعه میدان گازی چالوس را از آن خود کرد. به گزارش وبسایت اویل پرایس، منابع نزدیک به قرارداد زیل توافق 20 ساله میان ایران و روسیه برای اکتشاف و توسعه میدان گازی چالوس گفتند که این قرارداد چند تریلیون دلاری هفته گذشته میان دو کشور نهایی شده است. یعنی چند تریلیون دلار ارزش این قراردادی که خودش بسته با روسیه. در این گزارش به مبلغ دقیق این قرارداد اشاره‌ای نشده اما به گفته این منابع شرکت های روسی و چینی سهم اصلی را در آن خواهند داشت یعنی سهم اصلی چند تریلیون دلاری این قرارداد به روس ها و چینی ها می رسه. این نگاه به شرق آغاز نه تنها این بلکه دهم آبان 1400 رئیس انجمن سی روز دوشنبه دهم آبان دلیل عدم برداشت گاز از شاههای بزرگ گازی در دریای خزر را توافق قبلی با روسیه عنوان کرد و گفت فعلا نباید به فکر منابع گازی در دریای خزر باشیم این آقای اردشیر دادرس رئیس انجمن سنفی سی انجی گفته طبق معاهده و توافق ایران و روسیه تا زمانی که تراز گاز ایران مثبت است و تولید به نسبت مصرف داخلی جوابگوست ما حق استخراج منابع گازی دریای خزر را نداریم ببینید این مرتیکه بی همه چیز آقای فرمانده اینا اومده به روزها قرارداد بسته که ما حق نداریم از منابع گازی خودمون برداشت بکنیم چرا چون روزها میخوان این نگاه به شرق آغاز فرمانده قیور این آقایان حالا ببینید این چطور شکست میخوره بعد حالا ادامه میده جشن سال نو چین رو در میدان شهیاد یا میدان آزادی به اصطلاح خودشون بزرگ جشن میگیرن جشن نوروز جشن ملی و میهنی ما رو میدان آزادی رو خاموش میکنن میدان شهیاد رو یعنی چینی ها همیشه برتری خواهند داشت به ما این نگاه به شرق آغاز بعد حالا اینا بهانهشون چی بود که آقا کشور ساخته خواهد شد همه چیز رو اینها در ایران خواهند ساخت چین و روسیه ایران رو به توسعه خواهند رسون این حرفهایی بود که میزدن هیچ سرمایه گذاری از اون زمانی که این قراردادها بسته شده در ایران نشده از طرف این کشور هیچ سرمایه گذاری نشده بعد حالا شکست شکست همه جانبه نگاه به شرق آغاز میشه شورش کجاست با حمله روسیه به اوکراین و زدن زیر همه کاسکوزه ها در مورد گفتگوهای برجام که خود روسیه بین غرب و رژیم ترتیب داده بود بیش از یک سال طول کشید این گفتگوها بعدش تازه معلوم میشه که وقتی پوتین سفر کرد رو به چین اونجا رهبر چین رو قانع کرده بود که علی خامنه‌ای رو مثل گوسفند قربونی بکنیم و اصلا ناده بگیریم مرد کرد و تمام قرار مدارهایی که با ما گذاشته که تمام کشور ایران رو تبدیل میکنه به مستعمره چین و روسیه اصلا این بگیر و بیا نفت و گاز را از ما بخر چین هم کاملا به این قرار مدار پای بند مونده از زمانی که روسیه به چین حمله کرده خرید نفتش رو از علی خامنه که زیر سیبیلی به از روی کار اومدن بایدن شروع کرده بود قطع کرده از رشن. یعنی دیگه نفت نمیخره این همه هارت و پورت که آقا نگاه به شرق اینا در حال توسعه ما باید روی اینا سرمایه گذاری بکنیم اصولا چی بود؟ ما بیایم نوکر اینا بشیم حتی اینا هم حاضر نیستن که علی خامنه‌ای نوکرشون بشه با این همه امتیاز که علی خامنه‌ای داده الان خود رژیم تایید کرده که چین دیگه از ما نفت نمیخره یه مقدار بهونه و یه مقدار خبرسازی کردن ولی اول آخرش اینه که نفت نمیخره دیگه از ایران به جاش از کی میخره نفت از ولادیمیر پوتین از اون طرف جناب آقای ولادیمیر پوتین که این همه اینا خودشونو کشتن که بره رئیسی با این صحبت بکنه اون سر میز نوک میز بشینه با فاصله انگار که مثلا یه بیمار جزامیه باش صحبت بکنه بعد رژیم گفتش که آقا ما میترسیم که کووید بگیره فلان چرت پرت این حرفا چطور رئیسی هیچ ترسی نداره که بره این شهر و اون شهر مدام بودجه کشور رو که قرار سرمایه گذاری بشه روی تحقیقات و مدیریت خرج سفرهای شهرستانی کرده رئیسی اون موقع ترس از گرفتن کووید نداره ترس از این داره که از رئیس جمهور روسیه کووید بگیره واقعا این حرفا مهمله اما پوتین حتی حاضر نبود نزدیک این آدم بشینه در حالی که نزدیک خیلی کسای دیگه حاضر بود بشینه حالا پوتین خیانتش به علی خامنه این و نادیده گرفتن و هیچ انگاشتن او به همینجا تمام نمیشه الان معلوم شده که روسیه اومده تمام مشتری های فولاد ایران رو هم قاپیده در مورد این ما برنامه داشتیم من نمیخوام دیگه سرتون درد بیارم و با تخفیف های آنچنانی تونسته اونها رو هم بقابه بازار از ایران رو بقابه علی خامنه یک شبه به خودش میاد میبینه نگاه به شرقی که سالها داره پارت و پورت میکنه در موردش این فرمانده بزرگ انقدر داره صحبت میکنه راجع به نگاه به شرق شرق یک شبه انداختش تو سطل آشغال مثل یک تیکه زباله که هست واقعا و اون الان آویزون کی شده دوباره غرب همونهای که کمتر از یک سال پیش میگفت آقا با اینا مذاکره نکنید الان قطر اومده واسطه شده که آقا رهبر ایران هر جوری با شما کنار خواهد اومد الان به جای روسیه من واسطه میشم چیزی که ما شاهدش هستیم فرو ریختن تمام این شعارهایی که سالهاست در علی خامنی دارن میدن و الان فقط برای اینکه بتونن این آدم بالا نگردارن میان چارت آهنگ موسک و مسخره میسوزن سلام فرمانده و غیر قراره مثلا کسی رو گول بزنین این حرفا. مردمی که با واقعیت و با حقایق آشنا شدن دارن میبینن که آقا تو همه چیز ایران رو دادی اونم به کی دشمن خونین و تاریخی ما روسیه نه تنها اون حق برداشت از منابع ایران رو هم داده حتی بدترین سلاطین قاجار هم به این بدی نبودن که علی خامنه ای هست ببینید ما با فرو ریختن همه جانبه یک مترسک به نام علی خامنه‌ای و حالا به قول خودشون فرمانده مواجه هستیم و اینا الان ناچارم بیان سرود بسازن و چهار تا چشم گوش خوشگل تو اینستاگرام رو قانه بکنن که آقا این فرمانده ای ما بسیار آدم برتریه و بیاین این سرود رو تو اینستاگرام جای دیگه بخونید بس هم در ستایش این آدم قافل از اینکه مردم ایران گوشی دستشون اومده شما دارید میبینید دیگه مثل دفعه قبل از اصلاح طلبی اینا خبری نبود در اردی بهش ما اومدن و اعلام کردن که ما فقط و فقط رفتن آخوندا این رژیم و کل این سیستم میخوایم حالا یه قشری همونطور که در برنامه گذشته من توضیح دادم به وجود اومده که هنوز داره نوکری اینا رو میکنه ولی من اختار باید بدم آخر عاقبت خامنه ای در تاریک ترین جاهای تاریخ ایران هستش و هر کس میخواد پای خودش رو به این لنگر که در اعماق تاریکی ها فرو خواهد رفت ببنده میتونه مهمون ما باشه بره ببنده مردم ایران نشان دادن که دیگه گوله هیچی رو نمیخورن تصمیم خودشون رو گرفتن و اکثریت مردم ایران خواهند اومد تا این رژیم رو کنفایکون بکنن امیدوارم این برنامه رو پسنده باشید تا برنامه بعدی بدرود